بگم ریحانه بنام آقا تو خونه است. بچه هم خجالتیه. ریحانه تمام مورد معلومه. من ریحانه در بستنی فروشی نشسته بودم. مردی میان سال به طرفم آمد. تلفنم به صدا در آمد. مامان بود. دلم میخواست به او بگویم چه شده. اما نگفتم. ندونستن داستان هزار و یک سوال. رابطه نامشروع داشته؟ قتل انجام داده؟ چرا زده؟ قانون مربوط به تجاوز به دختران و دفاع آنان در برابر تجاوز را مردها نوشتند و مراحل دادرسی بی‌منطقه‌اش قصاص نفس با چوبه دار. ته ذهنمونم یه چیزی هم بود که حتما باید خب این خانواده رضایت بدن دیگه. خیلی سخت بود ولی من خودم فکر میکردم که با حاضریم که انجام بدیم تا رضایت بدن.